سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شرایس واچ گزارش ماهیانه خود در زمینه نقض حقوق مسلمانان شیعه در 30 روز اخیر را منتشر کرد. در این گزارش اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی سنی‌های تندرو و اعمال سرکوب و قلع و قمع برخی حکومت‌های حاشیه خلیج فارس بر علیه شیعیان ذکر شده است. در ابتدای این گزارش به جنایت‌های خونین در حق شیعیان افغانستان اشاره شده که در آن 20 تن در منطقه داراباد هرات، 50 تن در منطقه سرپل و 20 تن در کابل شهید و 10 تن دیگر مجروح شدند و یک گور دست جمعی حاوی 42 جسد سربریده نیز در منطقه میرزا اولنگ کشف شد. اما در کشور پاکستان طی انفجاری در شهر لاهور 22 نفر شهید و مجروح شدند. همچنین در انفجاری دیگر در شهر شیعه‌نشین کویت 15 تن شهید و 32 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر و در کشور بحرین همچنان حملات و یورش‌های نیروهای حکومتی در منطقه الدراز و در محله‌های الهیدریه و المیبار ادامه دارد. در زندان‌های بحرین نیز با شیعه دربند به بدترین شکل ممکن برخورد می‌شود و از انواع شکنجه، گرسنگی و نبود خدمات پزشکی رنج می‌برند. همچنین در عربستان شیعیان شهر العوامیه مورد بمباران‌های بی هدف با انواع سلاح‌های سنگین قرار گرفتند که باعث خسارات جانی و مالی فراوانی شد که در این بین چندین تن به شهادت رسیدند و صدها نفر دیگر و صدها خانواده دیگر آواره شدند و دادگاه این کشور شیخ حسین الرازی فعال شیعه را با تهمت‌های ناروا به 13 سال حبس محکوم کرد. در پایان این گزارش به حوادث خونین و تروریستی گروهک‌های سلفی و وهابی در عراق و هدف قرار دادن شیعیان این کشور اشاره شده که در استان دیاله 2 تن، در توس خرماتو 4 تن، 2 تن در جنوب بغداد، 1 نفر در غرب بغداد و 4 تن در جنوب غربی شهر بغداد شهید و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند.